اما من برشان گفتم اگه من خبرنگار نباشم من ترجیح میدم که هیچ کار نکنم و در خانه باشم. قصه های نگفته که در افغانستان است، این قصه ها را ما باید بگوییم. و من سالها با این خواب زندگی کردم با امید روزی که من دوباره مکتب برم. پدر من بسیار میخواست که من معلم باشم. سرانجام پس از 4 سال 5 سال کار بالاخره دست از مخالفت برداشت. تنها نگرانی که یا دارن این به خاطر مسائل امنیتی است. دخترای دانش آموز هستند در این تپه ها به خاک سپرده شدند که بیشتر از یا شاید از 14 تا 18 ساله بودند. حتی قربانی های در این تپه به خاک سپرده شدند. و می گفت نمیشه که شما به جای تصویر بردارتان باشین و تصویر بردارتان به جای شما بشین از من سوال کنن. و تماس هایی که به ما می آید، جایی که ما خواسته میشیم یک کمی دقت داشته باشیم. ما دوستای زیادی را از دست دادیم، ما همکارای زیاد ما را از دست دادیم که هر کدام از این گاه ما را به طرف ناامیدی بردن. هیچ گزارشی ساختنش سخت نیست، سخت‌تر از گزارشی که یک کودک معلول شده یا یک کودک حقش ضایع شده یا یک کودک گریه میکنه یا یک زن گریه میکنه از نهایت ظلم. من نگران ای هستم که زحمت 20 سال رسانه ها و مردم افغانستان که کلانترین دستاوردشان آزادی بیان از دست برن. بزرگترین آرزوی من شایدی باشه که من به تمامی ولایت های افغانستان سفر کنم و گزارش از زیبایی ها و بازسازی و آبادی افغانستان نوشته کنم. من فکر میکنم آرزوی هر شهروند افغانستانی باشه که گزارش های خوب داشته باشه. من آرزو دارم که یک روز من افغانستان آرام ببینم